به مویه های غریبانه قصه فردازم، به یاد یار و دیار همچنان بگریم زار، که از جان ره و رسم سفر براندازم. برنامه داره. الان برنامه نداره. بعد از افطار دوباره برنامه ها شروع میشه. بیا قربونت برم. باشو ببینم چه خاکی باید به سرمون بخوری. خدا که بیتابی نکنی جلو عزیز، گناه داره اذیت میشه. شما بذارش باش. باشو عزیز، جونم مادر، حالتون خوبه؟ خوبم مادر جون، خوبم. این چیه قربونت برم؟ دارم براتون دارو گیاهی درست میکنم. دست درد نکنم. عزیز جونه دلم، سفره رو اینجا بندازیم یا تو پذیرایی؟ تو پذیرایی مادر جون، تو پذیرایی. بازم تسلیت میگم، خواهیم آخرت باشه. ممنون. شب بعد از این شادی باشه، شادی یا چرکت کنی. خیلی زحمت کشی. خواهش میکنم. خواهد شاله زردم. وظیفه بود. سلامت باشی، وظیفه بود. میموندی. خواهش میکنم. بازم بهت نمیشم ایسم. موضوع خیلی خوش باش. خدافزی. خدافز. خیلی مقدم، خیلی زحمت کشیدین. از خواهش میکنم، وظیفم بود. خدا رحمتش کنه. غم آخرتون باشه. قربونتون برم. خدا حافظ. خدا نگهدار. گفتی جنازه رو ساعت 9:30 تحویل میدن؟ بله. به امامزاده هم زنگ زدم. گفتن اون قبری که خودش خریده بود آماده میکنن. دنگ و فنگ زیادی نداریم. راه نزدیکه، فکر میکنم تا افطار برسیم. اعلامیه چی شد؟ عزیز نوشته داده مرتضی و یونس ببرن بدن چاپ کنن. خب بالاخره مردمی که میان اونجا افطار میخوان. من فکر میکنم صبح اول وقت بریم برای حداقل 100 نفر سفارش افطار و شام بدیم. خب به همین سالن سر خیابون سفارش میدیم، هم غذای سالمه، هم بالاخره تو محل نزدیکه. اتوبوسارم بعد از اینکه مردم پیاده کردن مرخص میکنیم. هر کی دلش خواست میره خونه، هر کی هم نه قدمش رو چشم.
میاد همینجا، موقع افطار میریم سالون. بچه ها قربونتون برم، دیگه جون تو تنتون نمونده که، گلوتونم خوش شده، افطار شده مادم. پوش بیم، پوش بیم قربونتون. چشم عزیزی، الان میام. پوش بیم، پوش بیم. شب 19 هم بود که بهم زنگ زد با منو ببر امامزاده، بردمش. بعد از قرآن سر گرفتم، گفت بریم همون جایی که قبر خریدم. نشست یه نیم ساعتی دل سیر گریه کرد. اگه بگم میدونست، میگن هر کی بمیره دارم واسهش کشف و کرامات خواهد میشن. ای به خدا میدونست، به خدا میدونست، فهمیده بود که داره میره. پاشو بش، پاشو بردارم، پاشو عاطف جان، پاشو بش، پاشو. باز شد؟ من دلم نمیاد اعلامیه آقا جونو بدم به عزیز. هیچکی دلش نمیاد اعلامیه این مرگ به کسی بده. سلام بابا. سلام بابا. سلام امو. سلام. سلام. سلام بچه ها، برین تو آشپزخونه افطار کنی. سلام. سلام. برین آشپزخونه. عزیز سلام. سلام مادر جو. سلام عزیز. سلام عزیزم. دستون درد نکنه بابا.
اما دیگه آقا جون نمیبینی؟ وقتی بریم بهش میبینیم. اسم این عوضی رو کی گفته بنویسین؟ عاطف. من گفتم بنویسن. بالاخره داماد اون خانواده است. الان اصلا وقت این حرف هست. عزیز این چیه مادر جون؟ بیدمشک و بهار نارنجه برای قلب و اعصابتون خوبه. قربونت برم، من جوشونده خوردم، اینو بده به بابات. قربونت برای بابا درست میکنم. چشم، شما بخورین. دست درد نکنه. گفتین غلط نداره؟ نه عزیز، غلط نداره. خیلی دقت کردیم عزیز. خواجه در ابریشم و ما در گلیم، عاقبت ای دل همه یک سر گلیم. زمه روی گل چرا گذاشتی؟ دقت نکردین. نبند به شما مزه دارین دیگه. عزیز گلم بد نیستا. منظور شاعر اینه که عاقبت خاک گل کوزه‌گران خواهیم شد. حالا گل و گل چه فرقی میکنه عزیز جون؟ قربون اون دل عزادارت برم. مادر جون، آقا جونت همه عمرشو گذاشت سر همین فرقا، که این گلیمی که ما روش میشینیم با فرش ابریشمی که خواجه روش میشینه، هر دوتاش یکی، هر دوتاش آخرش گله. عزیز جون خودتون رو ناراحت نکنین، انشالله برای شب هفت میدیم بچه ها درست کنن. قربونتون برم. دستتون درد نکنه. عزیز اونجوری بخواین حساب کنین، همه ما پیش شما و آقا جون هیچ. شما دنبال چی میگرد؟ عمو جان فرمایش شما کاملا متین. معرفت آقا جون عزیز کجا و ما کجا؟ ولی عزیز اشتباه تایپی بوده. اگه ناراحتی عزیز جون بریم دوباره چاپش کنم. نه مادر جون، به زحمت میفتین، شما هم خسته شدین دیگه. عزیز خودمون درستش میکنیم، یه خود زحمت کسی رو نکشته. برو در بکن بسرم. بله بفرمایید. کی بود؟ یه خانم. خب میپرسیدی کی بود پسرم؟ درو که همینجوری وا نمی‌کنه. عزیز هانیه است. اما اومده عزیز. عزیز آقا جون، ای وای، آقا جون، ای وای.
یه جوری گریه میکنه رو شونه یه عزیز که انگار بابای اون مرده. ساعت 11 خبرت کردیم الان اومدیم من بگی چند خبرم نکردیم آقا دانش ما تو جاده این لوازم پشت ترافیک افطار موندیم بازم بهتون تسلیت میگم عزیز جون. انشالله هرچی خاک اون مرحومه بقای عمر شما باشه. انشالله. ممنونم آدم. خدا آقا عاطف هادی خانو بهتون ببخشه. انشالله. سلام از باشه. سلام. سلام به سلام. سلام سلام. سلام. بیامه چون مامانم توشی کاری من بشم یه دون از اون اعلامیه من میدی عزیزم دنیا آفری چقدر مطلب قشنگی نوشتی واقعا برای زنده اون مرحومه خدا رحمتت کنه آقا جلال یه پارچه جواهر بود خدا بیامرزتش فیدون خان بچه ها رو میشناسی؟ والا دیگه پیر شدم عزیز نه به پیری کاری نداره از هم دیگه دور شدیم البته کوچیک که بودن دیدمشون این آقای یونسه اونم خواهرشه درسته مهندسی صنایع غذایی میخونه عقد کرده مرتضی جونه سلام عرض کردم سلام عرض کردیم اون خانم دکترم مریم خانم ما پزشکی میخونه دختر هادی جون تسلیت میگم خدمتتون الحق که خانم مهندس برازنده باباشونه اینقدر تو شادی ها همدیگر رو ندیدیم که حالا تو عذابت همدیگر رو بشناسیم راست میگین عزیز جون اینو واقعا راست میگین عزیز جون فریدون اسم بچه ها و رشته هاشونو میدونه فقط نمیدونه کی به کیه البته من دختر عاطف رو از روی خالش شناختم پسرش هم از روی اون چشاش اون دوتا کوچولو هم اون باید پسر عاطف خان باشه اونم دختر هادیه این مرحوم کم کسی نبود میدونین چقدر به این مردم و این مملکت خدمت کرده؟ هزار تا دکتر و مهندس زیر دستش تربیت شده اون وقت عزیز جون چرا باید مجلس ختمش اینقدر حقیر باشه؟ مادر جون پشت یه چایی واسه آقا فریدون بیار گلش خوش شده پشت مادر ببخشید چی فرمودین؟ عرض کردم اگر شما اجازه بفرمایین مجلس ختم و یه جای آبرومندتر برگزار میکنیم یعنی اینجایی که قرار برگزار بشه بی آبروییه؟ نه عرض کردم آبرومندتر برنامه رو یه جوری تنظیم میکنیم که مردم برای افطار جمع بشن یه رستوران درست حسابی هم میگیریم اتوبوسا را میگیم نرن که هر کسی که دلش خواست دوباره برگرده همینجا اعلامیه را هم عوض میکنیم دیگه این روزا کسی دوتا مجلس ختم نمیگیره مردم حال و وقت اینو ندارن که برن یه مجلس ختم
چه برسه به دوتاش. اون وقت یکی از اینا خلوت میمونه که کسر شأن اون مرحومه، اونم توی مارمزون. اصلا نمیشه. موضوع اینه که کسی از شما نظر نخواسته. البته فضولیه، شما بزرگتر همه ما هستین عزیز. شما میدونین و بچه ها. در مورد یه مجلس گرفتن حرف فریدون خان کاملا منطقیه، چیزی که ما بهش فکر نکرده بودیم. چون متأثرتر از این بودین که به فکر این چیزا باشین. اگر اجازه بفرمایین من با افتخار خدمت میکنم. شما نگران هیچ چیزی نباشین. اما در مورد آبرومند بودن میگن شرف المکان به مکین، یعنی این آدم ها هستن که به جای آبرو میدن یا آبروشو میبرن. به هر حال در این مورد هر چه عاطف به فرمان نظر من هست. شما اجازه بفرمایید. من خودم درستش میکنم. الو میوه، این که دیگه پرسیدن نداره. اقبال، اینا خونواده منن، اینا از بهترین عزیزای منن، چیزی کم و کس نذاری ها. خیلی خوب، نیم ساعت دیگه بهم زنگ بزن ببینم چی کار کردی. خیلی خوب، برو دیگه. بهتر نیست بریم این اطراف یه قدمی با هم بزنیم؟ فقط یه کاری نکن پرم به پرت بگیره. خودتو جمع جور کن، پولات هم ببر سر قبر مردای خودت خرج کن. ببین آقا جون، الان اینجا وقت این حرفا نیست. باش، من نوکرتم، چاکرتم، کوچیک اون خدا بیامرزم. نمیذارم پرمون به پرم دیگه بگیره. مراسم که تموم شد هر کی میره سیه خودش، این همون 15 ساله قبل. فقط بذاریم مراسم رو آبرومند برگزار کنیم. همین این مراسمی که تو میخوای آبرومند واسه بابای من برگزار کنی، میخوام 100 ساله سیاه نباشه. آقا فریدون، بابای ما یه معلم ساده بود، خدا بیامرزش، 40 سال تو همین محل با همین مردم زندگی کرد. اگه یه آبرویی هم هست باز از قبل اونه. حالا اگه ما نخواهیم این مراسم به اصطلاح آبرومند به سبک شما برگزار بشه، کیو باید ببینیم؟ حرف شما متین آقای دکتر، ولی الان زمونه فرق کرده. زمونه بهتر شده یا بدتر؟ خب بالاخره بهتر شده. خیلی خوب، این بهتر شده مال همین محله است، مال همین مردمه. البته اگه شما بخواین یه مجلس سوام واسه شما برگزار میکنیم. ای قربونت برم دکتر جون، تو بزرگ مایی. ماشاءالله نگاه کن چقدر به هم دیگه میان. شما هم به هم به خیلی میان. بابا اگه از ما بریم اینجا تا اشکال اعلامیه رو حل کنیم. شما هم اگه نظری دارید بفهمید بدم مرتضی انجام. پسرم شما بهتره یه سری به عزیز بزنی تنها نباشه. مرتضی حالا هستم خدمتتون چند دارم. خیلی خیلی با اجازه. با اجازه. پس من با اجازتون میرم خدمت عزیز. من مخلص تو یکی هم هستم. والا به خدا تو به من بی خود بد بینی. برو بشین زن، برو اونجا بشین، برو بشین دو کلوم با آبات صحبت کنم. متوجهی؟ مشکل چیه؟ مشکلت این سروعز منه؟ آه، بگو چی کارش کنم؟ مشکل این که من یه وقتی یه جایی دو کلوم حرف زدم توی بحثی تو بهت برخورده؟ باشه غلط کردم. حالا آروم شدی؟ بابا من خانواده رو دوست دارم، عزیز رو دوست دارم، این برای بچه ها رو دوست دارم، هادی رو دوست دارم، حتی خودت رو والا به خدا دوست دارم.
مشکل چیه؟ اینکه من تو بخش خصوصی دارم 4 ریال پول پیدا میکنم، اونم متعلق به خانواده است، متعلق به همین بچه هاست، متعلق به یونسه، متعلق به مرتضی دخترت، متعلق به شما هاست. ما همه چی تموم شده برامون. آردا رو بیختیم، قلبی رو شت آویختیم. سلام، باشه برو یه چیزی باشه درمان بخور. باشه 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 با اجازه. مواظب خود باش، یه خود از این حال بیا بیرون، بذار دست به دست هم بدیم، پشت به پشت هم آینده این بچه ها رو بسازیم. حیفه، به خدا حیفه، دلمون میسوزه. بریم سرما بخوریم. بریم هادی جون، برو برو برو. عزیز زنداش بلند شو بریم سرمان بخوریم، این راهی همه رفتنیه، سرمان بخوریم، بلند شو بریم. خدا بیامده باشه. عزیز جون، من بازم بهتون تسلیت میگشتم، خدا شما رو برای ما جون دست از چاپ. همه چی درسته، همه چی سر ساعت اجرا میشه، اعلامیه جدیدم دادم، درست کردم، به همه هم دادم، همه اشتباهی قبلیش هم گرفتم. ما بچه‌ها مشورت کردیم. عزیز جون شما که گفتی اونا سکوت کردن، ما فضولی کردیم، ببخشید. خدا خیرت بده مادر، ان شاء الله که تو شادیات. خیلی ممنون عزیز، شما با ما تشریف بیارید. نه مادر جون، برو شما سرما بخورید. نه هانیه، هانیه عزیزو ببر تو ماشین میذارم. بفرمایید شما، بفرمایید. بفرمایید. عزیز تو خدا اینقدر فکر و خیال نکنید. خوب نیست براتون. اینقدر خودتون رو ناراحت نکنید. این خدا آروم باشید. برو.
عزیز جان جان چی شد؟ چیه؟ چی شده؟ عزیز عزیز جون چیزی نشد چرا رنگتون پریده؟ همه جان چیزی نیست فقط اولین درمانگاهی که رسیدیم وای میستیم؟ آره باشه الان میریم عزیز درمانگاه نمیخواد مادر میکنم خوبه مادر بربا عرق کردی بها جون چیزی نیست عزیزم فشارشون افتاده میخواد چیز شیری میش عزیز شما آروم باشین الان میریم درمانگاه عمه جان شما حواستون به جلو هم باشه والا چیزی نیست به خدا چیزی نشد چرا رنگتون پریده پرده دیگه گوشی رو فریدون الان فریدون حال عزیز به هم خورده کجا ببریمش چی کار کنیم الان کجایی ما الان نزدیکای اشرفی اصفهانی ببرینش بیمارستان پیامبر خب زنگ میزنم هماهنگ میکنم دکتر آماده باشه تو اشرفی اصفهانیه آره عزیز باشه قول نشی زمین خیس ترمز نمیگیره تصادف نکنی ها خونسردی تو حفظ کن خب خیلی مواظب باش چیزی نیست بالاخره داغ آقا جون فشار رو همم نه سخته واسه همه سخته واسه عزیز بنده خدا خوب معلومه سخت داره خونسردی تو حفظ کن پس به من زنگ بزن ها خداحافظ همه نرسیدیم الان میرسیم همه چون عزیز جان بس کنین دیگه قربونتون برم عزیز تو رو خود انقدر فکر رو خیال نکنه عزیز تو رو خدا آروم باشی الان میرسیم عزیز تو بس درمون کنه بخواما خیلی خوب خیلی خوب نه درمون کنه الان خوبه مادر باشه چشم همه چی شد الان میرسیم عزیز چیزی نیست خوبه میخواید یکم پنجره رو باز کنم هوا بهتون بخوره نه بارون میاد بارون میاد مادر جون مواظب باش من چیزیم نیست مادر چیزیم نیست باشه عزیز شما آروم باشی من رد نکنیم نه حواسم هست عزیز بسته دیگه تو خدا من زنگ زدم دکتر علوی منتظرتون خیلی خوب باشه تو فقط مواظب باش تصادف نکنی خون سرد باش ازت خواهش میکنم هانی باشه خون سردم خیلی خوب ازت انتظار هست که دلداری بدی چی شد؟ چی شد؟ رسیدی؟ بیا قربونت الو هانیه بیا عزیز الو بیارش فریاد هانیه قربونت برامه بیا قربونت
چقدر خودت رو اذیت میکنی دیگه. من که برو بیا فردا تمام آروم آروم آروم. جونم چیکار میکنی؟ بگی استراحت کن قربونت برم. نه مادر جون استراحت نمیخوام بکنم. بذارید باشه من جمعش میکنم. یعنی نمیخوای استراحت کنی دیگه؟ نه نه مادر. این چیه قربونت؟ آرومتون میکنه بخورید. شما دستی دستی منو مریض کردین ها. مریم جون بچه مادی چطوره؟ خوبه خوبه، فقط نباید عصبی بشه قربونتون برم. اینا چیه دیگه قربونت؟ فقط قرصش من چیزیم نیست مادر جون. میخواید؟ نه هیچی نمیخوام. برم آقا بیت نشم. نه نه قربونت، من الان بلنشم برم یه دوش بگیرم، سر لباسم رو عوض کنم. این بیمارستان ها پاک نجسی خیلی رعایت نمی کنن. میگم مادر جون واقعا هیچ کاری دیگه نمیشه واسه بابات کرد. این ترکش رو از تنش در بیارن. عزیز جونم قربونتون برم، دکترها بارها گفتن گردن جای حساسیه، تمام رشته های عصبی هم از گردن میگذره، ریسک عملش هم باله، یعنی خطرناک. از اون بچه درسونای آینده نگری؟ تعریف از خوده، ولی بله میگن توی هم ترمی هم از همه بهترم. گفتی چی میخونی؟ مهندسی سازه های ساخت، معماری. لطف کردیم، خیلی ممنون. نقشه کشی و اینجور چیزا دیگه ها؟ اونم جز بشه. پس نقشه هم میکشی؟ نه به خوبی شما البته. من دوست نداشتم بعد از این همه سال تو اینجا بودم. ان شاء الله قبل آخر گفتم. اون سال کجا چه عجله‌ای داری عزیز من؟ یادم قدیما بخیر. یادت باشه غذای من خوب بود. کجا میخوای بری بگیم؟ تازه پیدات کردی برمونت بگیم. ما یه سری بزن، ما به امثال تو اونجا نیاز داریم. تحت شادی روح همه گذشتگان، پدران و مادران هستند از اون مرکزان که به گردن من شما حق دارند، خصوصا پدر مهربان، پدر بافزیگر، پدر دستشوری، معلم دلسوز و با صفا، مرحوم محفوظ شاهرفان، جنار کشمر، سرباز کنم. عاطف جون غم نبین، با اجازه. خیلی لطف کرد. باز داره میره، به جون تو اگه بذارم بری. دارم میگم که
اگر موزه نیستی بریم با خوش میگذره بریم. ممنونم، دست شما درد نکنه، زحمت کشید. وای سو چه عجله‌ای داری، تلفن ما رو که داری خاطرش بده. این همسا زشت دارن میبینن ما رو. خوش بدونم چی میگه هر کاری که دوست داشتی رو من اون نسان حتما ها شماره تماس ها من که داری که ما تو رو دوستت داریم، تو ما رو محل نمیذاری حاطف چون حتما تماس بگیر با امونا تفتش یادت داره کار داشته زحمت کشید. بفرم خصوصاً سر داغ دیده تو به سر داغ دارش و دختر داغ دیده از که تحصیل عمو جان خیلی ممنون که تشریف آوردی. خواهش بکنم همه راحت شدید بالا قربونو یه دندگی فامیل روشون دارم نمیشه افطار با ما بونی زنمو بمونیم دیگه من جام عوضش از تو خواب ندارم فردا شما رفت آمد داری من مزاحمتون نمیشم تو خونه ایران خانی به اتاق مخصوص هست که لیلی مجنون ازم جدا نباشن بچا یا خانم مواظبش باشی تنهاش نذارید التماس دعا خدا سلامتی بده خیلی زحمت کشیدم خیلی ممنون من در شادیاتون شرکت نه مادر فرق نمیزونه خود بیرم من دارم میرم غم آخرت مرسی ممنون مادر ممنون بود ممنون شده که غم آخرت باشه من ببخشیم خواهش 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 اینقدر دوروبر فریدون نپله که باش حرف نزن. برای چی؟ حالا چهراش بماند برای بعد. یادت نره قطعه تماس بگیر بشیده. اینا کی بودن بابا؟ از دوستای قدیمه. خیلی باشون سرد رفتار کردی، اشکالی نداره؟ گفتم که شما انقدر نگران رفتار من با دیگران نباشن، انقدر کنجکاوی نکن. اینا از اونایی هم که بهشون رو بدی با عط و عیال تلف شدن در خونه. آدم های آویزی میان. ولی خیلی مایه دارن ها؟ اتفاقا خیلی هم بیمایه هم ماشیناشون برو کمک کن ماشین رو بیار خودو خودو لطف کردیم خیلی ممنون خوبین عزیز جون؟ آره مادر خوبه شما خیلی خسته شدیم نه عزیز ما که کاری نکردیم شما خسته شدیم بیا قربونم خب اینم از آبروداری مرده ها برای زنده ها خسته نمیشه آبروی ما هم آبروی آقا جونه دیگه لطف دارید خب خانم ایران خانم عزیز دل اگه شما خسته نشدید ما یه سن سالی از همون گذشته از پا افتادیم بچه هم خسته است افتخار میدید تشریف برید خونه داداش من عزیزو میرسونم شما میخونه عزیز بگی بله مزاحم میشی نه بابا چه مزاحمتی در خونه عزیز برو همتون واضحه مادر جون میای دیگه پس میبینی آره میبینم میبینی خدا حافظ بیا عزیز بیا قربون ممنون مادر آخه عزیز جون سردت که نیست ها؟ نه نه خواهی کم هوا بخواهی این یونس کجاست بوده؟ یونس؟ تو ماشین دادشینه باید باشه دیگه حتما سردت نیست؟ نه سردن نیست بوده از پا افتادین که امروز شما هست نه مادر تو شما هست چرا دیگه از پا افتادین؟ خدا حافظ.
برو گوش کن. عزیز جون بیا قلو بخور. نه مادر نمیتونم. بخور به زور بخور. دست در بیا مادر بخور عزیز جون. خوبه مادر قربونت برم. مهری نه نه باش باش حتما حتما آقا ببخشید وسط فرمایش رو. بله عرض میکردم به نظر من فلسفه اقتصاد نه خیلی هیچ کس برای هیچ کس فرش قرمز دیگه پهن نمی کنه قربان. شما این فلسفه اقتصاد چیه؟ تمام مسائل الان تو دنیا الان شما فرض بفرمایید همین کشورهای همسایه‌مون بعد از میشه شما بحث فلسفی نکنیم. چشم خوراک آدم حرف دیگه عزیزیون. شما فرمودین بحث سیاسی نکنیم، ما هم گفتیم چشم. حالا می فرمایی فلسفی هم بحث نکنی، اونم به روی چشمم. بحث خوبه مادر، ولی وقتی داغ میشه اون وقت تبدیل میشه به جدل، نتیجه ای هم نداره جز اینکه آدما نسبت به هم توندی میکنن و خدای نکرده اون وقت درگیر میشن. چشم مادر اینجا بیا اینجا عزیزم. برو 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 خواهر جان برو.
خوبی؟ امشب را برن دیگه نمیبینمشون. اینقدر خودخوری نکن. حالا یه صلوات بفرستین، یه فاتحه واسه آقا جونتون بخونه. رفتش بیرون. عاطف شما هم تشریف آوردین هواخوری؟ دنبال آقازاده میگردین؟ تشریف بردم بیرون. نه نگران نیستم، من آمدم یه هوایی بخورم و یه سیگار. شما سیگار؟ اتفاقا اونم اومده بیرون بکشه. خدا رو شکر بچه من سیگارم نمیکشه. که بچه‌های شما افتخار فامیلن. شب دراز است و قلندر بیدار. شاید کره منم مثل بچه‌های شما به راه اومده. شایدم این سیگار کشیدن ما از رفقای بد و نامرد به ارث رسیده. فهمیدن داری چی کار میکنی. آبروم رفت. بابا در واز کن. نباید میوردم اینجا، تقصیر من بود. خر شدم، جای تو اینجا نبود. من اینجا واز دادم. زود بیا بابا. اتفاقا اونم اومده بیرون بکشه. لعنت بر اولاد، لعنت بر اولاد. خدا رو شکر بچه من سیگارم نمیکشه. تنه زد، تنه. اتفاقا اونم اومده بیرون بکشه.
خدا رو شکر بچه من سیگارم نمیشه، بچه من سیگارم نمیکشه. فریدون اومد. ببخشید، خیلی عذر میخوام از زمین. ببخشید عذر میخوام. میخواستم وصیت آقا جونتون رو باز کنم، گفتم همه تون باش. عزیز جون من چی کارم؟ من بود و نبودم یکیه، همه کار خودتونی. خواهش میکنم فریدون خان شما بخونه. من عزیز شما بزرگ ماییم، بزرگی برازنده شماست، این کارا لازم نیست. من شهرمندم، نه سوادشو دارم نه دلشو. شما بزرگ این جمع هستی، رفتند و رویم دیگر آیند و روند. بگیر مادرشون، بگی بخون. چشم. آی دکتر بفرمایید. عزیز گفتن دیگه شما. آقا عاطف، آی مهندس، شما مرسا خانوما، پس با اجازه همگی وصیت من به شما. خواجه در ابریشم و ما در گلیم، عاقبت ای دل همه یک سر گلیم. تا خدا نکشود صد در بر کسی، یک در نبست. حلالم کنید جلال هوشمند. همین یه معلم ادبیات با فرهنگ کاش بیشتر می نوشت. همین که نوشته چه رو فرش ابریشمی باشیم چه روی گلیم، آخر عاقبتمون خاک و گله، کافیه. فقط اگه بعضیا بفهمن. بله حق با شماست، همه باید بفهمن. بعضی ها و بعضی ها نداره. وقتی نوشته تا خدا صد تا در رو باز نکنه یه در رو نمیبنده، یعنی وصیتش رو کرده دیگه. بالاخره تا از روی این گلیم نرفتین زیر اون گلای غذای چیزی بیدیم به ما بخوریم، یا بریم رو ابریشم خواجه. نه مادر جون، بچه تو رو خدا پاشه قربونتون برم. دست درد نکن. باشه مادر بخیر. باشه مادر جون، باشه سفره رو بندازم. وصیت‌نامه چی شد عزیز؟ وصیت‌نامه؟ حواست نبود خوندی. پول خونه و ماشین به کی میرسه عزیز؟ امیرعلی، این چه حرفی که میزنی؟ یه الف بچه رو چه به این حرفا؟ اصلا کی گفته اونجا بشینی؟ باش ببینم. برو شما ما. به خدا من بهش نگفتم. ای بابا. نسرین جون، ما که امیرعلی رو میشناسیم که.
زحمت افتادی. بفهم بخواهی از دست شما بخواهی خدا رو آقا جلال شاد کنی. انشالله از این به بعد برای خانواده شادی باشه. عزیز جون خدا شما رو برای ما حفظ کنی. انشالله. خب اگه عزیز اجازه بدین ما مرخص میشیم. من با داروامو نخوره صبح باید برم داروخانه گرفتاری میگم. اجازه ما هم دست شماست. خیلی زحمت کشید. دستت درد نکنه. اختیار دارید. دست همتون درد نکنه. وظیفه همتون کشید. ما که نمیتونیم اینجا شما رو تنها بذاریم عزیز جون. شما باید با یکی از ما امشب بیای. تو رو خدا زاورام نکنین. کجا برم؟ خونه خودمه دیگه. عزیز جون نگفتیم که اینجا خونه شما نیست. گفتیم یه مدتی تنها نباشین. یه مدت یعنی چی مدت؟ یعنی تا وقتی زنده هم. نه من نمیتونم مرتب سربار شما باشم. این حرفا چیه که میزنی عزیز جون؟ شما صاحب اختیارین. خونه هر کدوم از ما قدم بذارین شما صاحب خونه اینو ما سربار. این حرفو نزن مادر جون. این حرفو نزن. این نشونه محبت و لطف شما هست ولی میخوام خونه خودم بمونم. همونجور که نسرین خانم گفتن شما باید با ما بیاین. خونه همه ما مثل خونه خودتونه. ما جواب مردم رو چی باید بدیم؟ مردم چی میگن؟ مردم فکر میکنی مردم وقتی من بیام خونه شما ها چی میگن؟ میگن آقا جلال رفته در خونهش بسته شد زنش هم آواره شد. ببخشید معذرت میخوام. ما مثل یک هفته گذشته که خونه عزیز چتر باز کردیم اگر اجازه بدین رامون بدین مخلص شما هست. آره عزیز راست میگه. تازه من از خودم هم هست که اینجا بمونم. ما میمونیم. قدمتون رو تخم چشمای من. فریدون من امشب پیش عزیز میمونم. فردا که یونس از دانشگاه اومد برمیگردم خونه. هر جور صلاح میدونی. فقط خواستی بیای زنگ بزنی یکی بفرستم دنبال. تنها نیا. باشه حالا ببینم چی میشه. بس با اجازه. با اجازه. خیلی زحمت کشیدین. لطف کردین اومدین. لطف کردین. با اجازه. عزیز جون خدا. آقا فیدون خیلی لطف کردین. خدا شما رو زحمت کشیدین. خدا حافظ. شب شما بخیر. خیلی جون خیلی ممنون. اختیار دارید. مواظب خودت باشی. مری جون مواظب باش. زنگ بزن در خدمت. زحمت خدا. خدا. این کفشای مطهرانه بده. پاهم میگن نمیر. ما خودمون میکشیمت. آقایی مردم از خستگی. بفرمایید اینم یه چای شوهر پز لبسوز تازه دم برای رفع خستگی عیال. دست درد نکنه. من که کاری نکردم. اگه کاری هم کردم وظیفه‌ام بوده. اختیار داریم. نسرین. خدا قوت. نسرین واقعا ازت ممنونم. خدا رو شکر که همه چی به خوبی گذشت. این جور مراسم همین که بدون حرف و حدیث میگذره جای شکرش باقیه. ای بابا تو این جور مراسم هر طوری برگزار بکنی بالاخره مردم حرف خودشونو میزنن. ولی با اون خودخوری که تو با فریدون خان پیش گرفته بودی داشتم زیق مرگ میشدم که خدای نکرده آبروریزی نشه. بچه که نیستم که از یک دست مردم بدم که. فقط تو مسجد خیلی کم آورده بودم. ببینم تو کوچه چی داشتی بهش میگفتی ها؟ این برگه که مال روز دفن من از بهش زهر گرفته بودم تو نمیدی؟ نه فکر کنم تو جیب پیرمشکیت باشه که اون روز پوشیدی. کجاست؟ تو همومه گذاشتم تو رخچرکا.
پشت لباسشویی تو سبده. بسم الله الرحمن الرحیم. وصیت من به شما. خواجه در ابریشم و ما در گلیم، عاقبت ای دل همه یک سر گلیم. تا خدا نکشود صد در بر کسی، یک در نبست. بس کوشش نیستش که. یواشتر بچه ها خوابن. آه نیستش که. همونجا تو اون سبد پشت لباسشوییه دیگه. پیداش کردی؟ یعنی رو پیدا کردم. خب دیگه بگرد چی بشه. نگفتی به فریدون چی گفتی؟ گفتم که دیگه پاشو تو کفش من نکنه. گفتم غلط کرده که به داوود و ناصر خبر داده که بیان. مگه هنوز با هم سر و سری دارن؟ لابد سر و سری دارن که دعوتشون کرده. این مارمولک عمدن اونا رو دعوت کرده که تو رو تحریک کنه یه کاری بکنی آبرو ریزی بشه. این بابا ولکن ماجرا نیست. از همین میترسیدم. تو تمام این سالها منتظر بودم یه جوری زهرشو بریزه. اشکال نداره دیگه، نمیبینیش تا چله. اونم یه سلام یه خدافظ. ساعت دستشو دیدی؟ کم کم چند میلیونه. هر کدوم یه ماشین. فکر کنم وضعیت کلفت نوکرشون خیلی بهتر از ماست. من و بهار برنامه ریزی کردیم. بعد از ازدواجمون تو اولین فرصت یه پراید بخریم صفا. بله. ما باید دلمون به پراید خوش باشه. دل خوش باشیم. نوع ماشینش مهم نیست. اینجوری فقط خودمونو گول میزنیم. اونا هم حالش میدن. من رفتم بخوابم. مرتضی با تو هم ها. حالا فردی یه کاری میکنم اون از سرت بپره. سردمه. حالا هم آپوش از سرم پرونده. مشکل چیه این که من تو بخش خصوصی دارم 4 ریال پول پیدا میکنم؟ اونم متعلق به خانواده است، متعلق به همین بچه هاست، متعلق به یونسه، متعلق به مرتضی دخترته، متعلق به شما هاست. ما همه چی تموم شده برامون. آردا رو بیختیم قلبی نمشت. ما به امثال تو اونجا نیاز داریم. هرچی داره مال فامیل هم، مال آتو بچه هاش، مال آبی هاش، ما سهم مال آفان چشم خوشحال میشه، بهم زنگ بزن.